وقت صحبت از تحول اجتماعی و فرهنگی و انفاض مفکوره ترقی خواهانه در افغانستان به میان می آید، فعالیت چند شخصیت فرهنگی و سیاسی آن دوره به ذهن خطور می کند که در آن زمره خانواده طرزی نیز شامل است. نام خانواده طرزی آغاز می شه با پدر بزرگ پدرم، غلام محمد طرزی که خودش از سردارای قندهار بودن و ایشان از بهترین شاعرای قرن 19 افغانستان هستند که همچنین یک فرزند دیگه ایشان که معروف به اندلیب است، ایشان هم شاعر بودند و بعد محمود طرزی که فکر میکنم تمام افغانستان با ایشان آشنایی دارن، چی از نظر سیاسی و چی از نظر فرهنگی، ایشان هم شاعر بودند که دخترشان ملکه ثریا را که همه میشناسن که زن اعلیحضرت امان‌الله خان بود. در کشوری که زنان برای احیای حقوق خود مبارزه می کنند، طرزی کلید موفقیت خود را در حمایت پدرش می خواند. از طرف خانواده طرزی خب نمونه های دو تا عمیمه می دیدم و خوشبختانه مادر من خودش در یک خانواده بسیار با فرهنگ به دنیا آمده بود که در زمان اعلیحضرت امان‌الله خان مامای من مدیر عمومی وزارت معارف بود و مادر من یکی از پشتازان بودند که در او زمان در گروه اول که فارغ تحصیل شدن تا صنف نهم مدرسه نسوانه در اون زمان خواندن جز اون تحصیل کرده بودند و با آزادی زن احترام زیاد میگذاشتن و این سعادت رو داشتم که پدر و مادر مرا تشویق میکردن در این راستا. خانم طرزی طبق ادعای برخی از ادبا و نویسندگان افغان اولین خانم در افغانستان است که با سبک نو شعر سرود و شعر نوشت. چون روحی آزاد ما بیشتر به سبک آزاد میگرایید در اون زمان و مطالب را که من انتخاب میکردم اول در قالب آزاد میامد و در اون زمان چون خانم ها هنوز با شیوه سنتی سخن میگفتن و با دل جرأتی که به من خانواده ما داده بود، من پیش قدم شدم که شعر آزاد از در طبقه نسوان در افغانستان بگویم. کتابایم که من مدت 30 سال چاپ نکردم، کتابایی که بعد از 30 سال چاپ میشه، اولی کتاب زمزمه میلاد نسترن هاست و بعد زمزمه های نیایش، بعد کوچ پرندگان و نوید سحری. سبک اصلی ما شعر آزاد است، چون که وقت فارغ از بند قافیه و عروض هستم بسیار آسانتر و راحتر احساس خود بیان کردیم، اما در راز نیاز با خداوند شیوه غزل انتخاب کردیم چون با آهنگ و ریتمی که دارم بیشتر تمرکز دانستیم به تو. موضع طرزی در قبال حقوق زن در افغانستان در مساوات جنسی خلاصه می شود. در بند بودن زن مرا بسیار رنج می ده، چون درست خلاف او عقیده است که من دارم و خلاف او راهی است که من رفتیم و متاسفانه من فکر می کنم که وقت حالت خودم میبینم که حتی در اون زمان آزادی افغانستان اولین کسی یک دختر 18 ساله اشعار عاشقانه خود انتشار میده و پدر پشتوانیش بود، همیشه فکر میکنم که اگر امروز هم خانمایی که در افغانستان هستن پدرها و برادرها پشتوانی اینا باشن، اینا از آزادی بیشتر برخوردار میشن. اگر ما نصف بدن خود قبول نمیکنیم، پای ما همیشه لنگ است و هیچ وقت افغانستان پیشرفت نخواهد کرد مگر که حقوق مساوی واقعی و خانم‌ها اهدا شود. طرزی زدایش سد راه را با تعهد به ملت، دستاورد خود و پیام خود به مردم افغانستان تلقی می‌کند. پیشرفت فکری، فرهنگی، ادبی و اجتماعی و نترسیدن و سدها را شکستن. پیامی که من به مردم افغانستان دارم، چون کار خودم کردم، چی در ادبیات بوده، چی در شعر بوده، چی در مسائل اجتماعی که شما آگاه هستین، همیشه پیش قدم بودیم و واقعا برای به فکر ملت افغانستان بودن، نه برای نفع خود ما. اگر که ما بتانیم این پیام قبول کنیم در افغانستان، فکر میکنم که سود بر مردم ما خواهد داشت. وطن ای سرزمین، ای که از هر چیز سبزتر از سبزهایت و ای که از هر چی خاکستری تر از کوهایت و نیلگون آسمانت که برنگ عشق است و زمینت پربارتر از سینه های پرشیر زن باردار، درخت وجودم در زمین تو کاشته شد، حیف از آن که ثمر در دیار غیر دهد. ای سرزمین همیشگی، از عطر نمناک کوچه هایت هنوز مستم و خیال باد و غبار پردرد غروب‌هایت هنوز هم موهای پرموجم را به بازی می‌گیرد. باشد که تو را روزی با چشم سر بینم، چون با چشم دل همیشه در کنار منی.
خانم هما طرزی با خانواده‌اش در شهر نیویورک ایالات متحده زندگی می‌کند. لینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.